از روز اول امام به ما آموخت و به ما یاد داد که روی پای خود بایستیم، به هیچ جایی جز خداوند امید نداشته باشیم. خداوند قادر بزرگ به عنوان بزرگترین تکیه‌گاه ملت، ارواح طیبه پیامبران و ائمه هدا و توجهات ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا، راهبری های رهبری معظم، تلاش، کار، کوشش، ایمان و جهاد در راه دستیابی به اهداف بلند تنها مسیر موفقیت این ملت بوده است. ما در انقلاب رو پای خود ایستادیم، به ملت خود تکیه کردیم، به رهبری خود اعتماد کردیم و خداوند ما را در برابر دنیا، همه قدرت ها و ابرقدرت ها، ما را پیروز ساخت. در دوران دفاع مقدس بر جوانان خود، بر ایثارگران خود، بر سپاه و ارتش و بسیج و عشایر و نیروی انتظامی و جهادگران و همه انسانهای والا و فداکار خود تکیه کردیم و نه تنها در برابر عراق که در برابر همه منطقه و قدرت‌های جهانی که پشت رژیم بعث قرار گرفته بودند، خداوند ما را پیروز ساخت. امروز هم در مسیرهای متنوع علم و فناوری باید روی پای خود بایستیم. در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در سال فرهنگ و اقتصاد، ما باید در زمینه علم و دانش به پیش برویم. قدرت اصلی در علم و فناوری است. این علم و فناوری است که برای ما قدرت علمی، قدرت اقتصادی، حتی قدرت فرهنگی و قدرت دفاعی رو برای ما می آفریند. در مسیر علم و دانش و پیشرفت، سازمان انرژی اتمی بعد از پیروزی انقلاب ناچار شد برای اهداف علمی و دستاوردهای فناورانه روی پای خود بایستد. همه اونهایی که تعهد غرب به ما بود، از آمریکا و آلمان و فرانسه و دیگران، هیچ کدام به تعهد خود عمل نکردند. نه آمریکا حاضر شد طبق تعهد خود سوخت راکتور تهران را به ما بدهد، نه آلمان حاضر شد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را ادامه دهد، نه فرانسه آماده شد به تعهدات خود در زمینه مشترکی که با هم داشتیم ادامه دهد و حتی UF6 هایی که تعلق به ما داشت به ما تحویل دهد. اون روز که ما در پی
غنی‌سازی بودیم تا در سوخت رادیاتور رو پای خود بایستیم، تقریبا به همه مراجعه کردیم، به شرقش و به غربش. این که میگویند ایران فعالیت مخفیانه انجام داده است، دروغی بس آشکار است. اگر ما میخواستیم مخفیانه فعالیت کنیم، برای خرید سانتریفیوژها به بازارهای رسمی غرب و شرق مراجعه نمی کردیم. برای آن که بتوانیم در مراحل مختلف ساخت سوخت نیروگاه و از جمله غنی‌سازی اورانیوم حرکت بکنیم، با شرکت‌های مختلف شرقی و غربی مذاکره نمی‌کردیم. کسی که می‌خواد کار مخفی انجام بده، سری انجام بده، نمیره با شرکت‌های مختلف غربی و دولت‌های شرقی صریحاً مذاکره کنه. خب اونها به ما ندادند، حاضر نشدند، ما شروع کردیم رو پای خود ایستادن، تلاش کردن، قطعات مختلف سانتریفیوژ رو در ایران تولید کردن، مونتاژ کردن، تست کردن، آماده کردن. بعد گفتن ما کشف کردیم. چه چیزی رو شما کشف کردید؟ گفتن ما کشف کردیم ساختمان میسازیم. بله ما ساختمان میسازیم. گفتن ما کشف کردیم قطعات سانتریفیوژ میسازیم. بله قطعات سانتریفیوژ میسازیم. مگر قرار بوده ساخت ساختمان را به اطلاع شما برسانیم؟ مگر قرار بوده ساخت قطعات سانتریفیوژ رو به شما اطلاع بدیم؟ ما طبق قراردادی که با آژانس داشتیم در پادمان و سیفگارد، موظف بودیم اون زمانی که می‌خواهیم تزریق گاز UF6 رو انجام بدیم با آژانس اطلاع بدیم. میگم 20 سال کال مخفی کردن. 20 سال چیکار کردیم؟ ساختمان می ساختن، آجر روی آجر می گذاشتن. 20 سال کال مخفی کردن. چیکار کردن؟ دنبال به دست آوردن نقشه سانتریفیوژ بودن، دنبال ساخت سانتریفیوژ بودن. مگر اینا می باید به شما اطلاع می دادیم؟ کدام قانون، کدام مقررات؟ متاسفانه دنیای غرب برخلاف اصول اخلاقی و حقوقی حرف زد و تبلیغ کرد، و در این تبلیغات متاسفانه توانست دیگران را همراه خود سازد و برای مردم ما و کشور ما برخلاف همه مقررات بین المللی درد سر بسازد. ما در بسیاری از زمینه‌ها نیاز داریم در کنار کار علمی و فناوری‌ها و تلاش‌های علمی که ما انجام می‌دهیم، باید فعالیت حقوقی و سیاسی و تبلیغاتی خودمون را هم همپای آن پیش ببریم. این مثل توسعه متوازن و همه جانبه است. اینجا هم تلاش متوازن و همه جانبه نیاز داره. شما اگر در زمینه فعالیت علمی کار کردید اما در زمینه حقوقی نتونستید فعال باشید، ممکنه دشمن به بهانه‌های واهی برای شما مشکل درست کنه.
در زمینه سیاسی اگر فعال نبودید ممکنه دشمنان شما بهانه جویی کنند و سهم سازی های غلط سیاسی رو درست کنند. اگر در زمینه تبلیغاتی نتونستید اونچه در دل دارید روی کاغذ بیاورید و به افکار عمومی جهان درست عرضه کنید، ممکن است دیگران و شیاطین افکار عمومی جهان را منحرف سازند. تلاش امروز ما این است که این فعالیت ها متوازن شود و در کنار هم قرار گیرد. ما در فناوری نمی خواهیم یک قدم عقب نشینی کنیم، ما می خواهیم در زمینه حقوقی هم گام های جدید برداریم. ما در زمینه فناوری و آنچه دستاورد دانشمندان عزیز ماست عقب نشینی نخواهیم کرد، اما در زمینه سیاسی می خواهیم گامی به پیش برداریم. در زمینه تبلیغات و روشن کردن افکار عمومی جهان گامی به پیش برداریم. گاهی وقتا شما توی ماشینی نشستید، اون ماشین بغلی که داره جلو میره فکر میکنید شما دارید عقب میرید، شما عقب نمیرید، سر جاتون ایستادید، او داره جلو میاد. ما سه تا ماشین رو داریم به پیش میبریم در کنار ماشین فناوری. بعضیا فکر میکنن این ماشینه داره میره عقب. نه بابا، گاهی خطای دید مثل این که حاصل میشه. ما میخواهیم در بخش حقوقی و سیاسی و تنویر افکار جهانی همپای فعالیت علمی قدم رو به جلو برداریم. چون اگر اینها همپای هم پیش نره، دشمن سوء استفاده میکنه از این خلایی که به وجود آمده. اولا دنیا میخواست بگه ایران به فناوری غنی سازی نرسیده است. تبلیغات جهانی در پی تحقیر این ملت بود. میگفتن ایرانی ها دو تا دروغ میگن، یکی این که میگن ما رسیدیم به فناوری، نرسیدن. دوم این که میخوان مخفی کاری بکنن، کار غیر قانونی، و این رو نمیگن. دو تا دروغ در کنار هم میساختن. ما میخواستیم به دنیا بگیم که هم فناوری ما راسته، درسته. اگر میگیم ما 3.5% غنی سازی را میتونیم انجام بدیم، میتونیم انجام بدیم. اگر میگیم حتی لازم باشه 20% هم غنی سازی میکنیم، میتونیم انجام بدیم. این رو دنیا میگفت که ایرانی ها تبلیغات میکنن، قادر نیستند به این فناوری دست پیدا کنند. همیشه شک می کردن، همیشه شبهه می کردن.